1970 1349 آغاز فصلی دیگر. ما دوباره پوست می اندازیم با قصه دو ماهی در خانه پشت سینما پاسیفیک، جاده قدیم شمیران، کوروش کبیر یا هرچه که نام دارد. بابک اهمیت این قصه را باور می کند. هر دو می دانیم که جز صدای تو هیچ صدایی قصه گوی ما نخواهد بود. من از یک شکست عاشقانه بر می گردم و تو اما همچنان وفادار به مردت و پسرت، ستاره ستاره ها شده ای. تو هم قصه دو ماهی را باور داری و می دانی که یک حادثه بزرگ پیش روست. کمپانی صفحه مخالفت می کند. صاحبش می گوید مردم از تو چنین ترانه ای را نمی پذیرند. این کار را باید به برنامه کودک رادیو سپرد. من و بابک پا می فشاریم. کمپانی همچنان قصه دو ماهی را باور ندارد. می گوییم اگر کار با شکست روبرو شد، خسارتتان را ما به گردن می گیریم. تو هم مقاومت می کنی و سرانجام قصه دو ماهی در کوچه ها همچون رودی مذاب جاری می شود، انگار که از آتش فشان عشق سرزده است. شاعران بزرگ همه قصه دو ماهی را باور دارند. هوشنگ ابتهاج سایه غزل سرای ناب به من میگوید که شاملو این ترانه را بسیار دوست می‌دارد. سایه میگوید مصرع دل شادیش بگیره را دل شادیش بگیره میشنیدم. میگویم زیباتر است. یادم باشد که برای دل شاعر از این پس چنین بخوانم: دل شادیش بگیره، دل اون خون خراب، دیگه نوبت منه، سایش افتاده رو آب. بعد ما نوبت جفتای دیگه است، روز مرگ زشت دلهای دیگه است. ای خدا کاری نکن یادش بره که یه ماهی این پایین منتظره. نمیخوام تنها باشم، ماهی دریا باشم. دوست دارم که بعد از این توی قصه ها آسمون نمون
شدیم قصه ما توی دریاهای دور. همیشه به حبابای درشت تا که مرغ ماهی خواه اومد و جفتم و کشت. دلش آتیش بگیره دل او خونه خراب، دیگه نوبت منه سایش افتاده رو آب. دلش آتیش بگیره دل اون خونه خراب، دیگه نوبت منه سایش افتاده رو آب. Yeah.